سلام و درود فراوان خدمت عزیزان پرتلاش و کوشای خدا همونطور که قبلا هم شما دیدید ما توی برنامه همون بعد از اینکه یه قسمتی تموم می شد یه مبحثی تموم یه فصلی تموم می یه مجموعه سوال از این جهت که شما با سوالهای بیشتر متعدد برخورد بکنید و همین که یه جایی ممکنه یه مثالهایی رو ما از نظر دور کرده باشیم که این مجموعه رو میوردیم به عنوان تستای جامعه یا آزمون های جامعه برای شما از مبحث حرکت که یه مبحث بسیار مهم و با ارزشیه تنوع سوال توش هست زیاده اومدیم دو سری براتون تست جامعه مطرح کردیم که امیدوارم ازش استفاده ببرید و لذت ببرید پس میریم سوالا رو ببینیم بچه ها به اولین مجموعه تستای جامع میرسیم و براتون این تست ها رو مشخص میکنیم تست اول رو نگاه کنید عزیزانم میگه دو چرخه سواری فاصله 90 کیلومتر مستقیم بین دو شهر را در چار و نیم ساعت میپیماید یعنی 90 کیلومتر چار نیم ساعت رو طی میکنه او با سرعت 24 کیلومتر بر ساعت رکاب میزند یعنی سرعتش هم داده اما برای رفع خستگی توقف هایی هم دارد مدت کل توقفش چند دقیقه از 845 سی 15 خب ما الان فرض بکنیم که این 90 کیلومتر رو با این سرعت رکاب بزنه چقدر طول میکشه چون این 4 ,5 ساعت توقف ها هم توش هست من این زمان رو میذارم کنار میگم اگر با این سرعت با این سرعت این مسافت رو بدون خستگی رکاب بزنه چقدر طول میکشه پس میام زمان رو پیدا میکنم سرعت بود جابجایی در واحد زمان که همون سرعت متوسطشه از اینجا میتونم زمان رو پیدا کنم 90 کیلومتر به 24 کیلومتر بر ساعت خب ساده میکنیم دلتا تیمون ببینیم چقدر در میاد به سه ساده میشه میشه سی به سه ساده میشه میشه هشت دوباره ساده میشه میشه 15 چهارم درسته بچه ها 15 چهارم یعنی 15 رو حالا کسریش خوبه کل زمانمون چهار و نیم ساعت اینم ساعت در اومد 4 و نیم ساعت کل زمانمونه 15 چهارم بدون خستگی. حالا از هم کم میکنیم پس زمان خستگی به دست میاد دلتا تیه خستگی میعیم 4 و نیم ساعت و منهای 15 چارم میکنیم چهار تا چار نیم دو تا چار نیم نوهه چار تاش میشه هجده هجده منهای 15 میشه پس دلتا تپریمون میشه سه چهارم ساعت خب یک ساعت رو به چهار قسمت تقسیم کنیم سه قسمتش میشه چهل و پنج دقیقه پس این دلتا تپریممون میشه چهل و پنج دقیقه این استراحت داشته گزینه دومون میشه سال خوبی بوده سال بعدی رو نگاه کنید عزیزانم میگه متحرکی دو پنجم مسافتی را فرض بکنیم این مسافت ماینه رو خط مستقیم دو پنجمش رو یعنی دلتا ایکس یکمون که, که دو پنجم کل دلتا ایکس با چه سرعتی میره با چه تندی میره 20 متر بر حالا اسم اشکال نداره ما همون وی میذاریم اینو گفته 20 متر بر سانی. بقیه مسیر یعنی سه پنجم مسیر رو سه پنجم پس دلتا ایکس دومون سه پنجم دلتا ایکس با چه سرعتی میره یا با چه تندی میره میشه سی اینجا یه زمان داریم اینجا هم یه زمان داریم میگه تندی متوسطش چند متر بر ثانیه است خب این تندی متوسط یا همون سرعت متوسط رو اینجا ما فرق نمیکنه در نظر میگیریم حروفش فقط فرق میکنه چون رو خط مستقیم هم هست بچا سرعت با تندی فرقی نمیکنه اگه روی خط بدون تغییر جهت بشه اینجا نه تغییر جهت داده و همین که در یک جهت رو خط مستقیم هم حرکت کرده اینجا نتیجه گیری میکنیم که دو تا دلتا ایکس داریم یه دلتا ایکس یک یه دلتا دو دو تا هم دلتا تی داریم دلتا تی یک دلتا دو خب چون قسمت های بعدی بود سه قسمت چهار قسمت بود میتونستیم ادامه هم بدیم حالا عزیزم از اینجا سرتوندی متوسط کل رو میخواد میه مینویسیم بارمون برابر با خب چقدر اینجا بوده؟ یه دو دلتا ایکس یه دونم سه پنجم دلتا ایکس دلتا تی رو نداریم ولی به جای دلتا تی میتونیم بنویسیم شما بچه ها رابطه سرعت چی بود؟ این بالا بنویسم وی بود دلتا ایکس به دلتا تی یادتون میاده نه بعد اینو بنویسن دلتا تی رو میتونم مثلا دلتا ایکس به وی خب پس جای دلتا تی یک می نویسم دلتا یک به وی یک به علاوه اینم که میشه دلتا ایکس دو به وی دو جمع اون بالایی ها میشه چی؟ بله دلتا کل کلمون که یک در میاد اینا هم کسراشون رو میذاریم بنابراین به بارمون میشه جمع این دوتا که میشه خود دلتا ایکس این چقدر مسیر بوده؟ بله دو پنجم بوده دو پنجم دلتا ایکس به چقدر؟ به بیست بعدی چقدر میشه؟ سه پنجم دلتا ایکس به سی دلتا ایکس ها رو فاکتور بگیرید بله و از اینجا میتونیم محاسبه رو انجام بدیم خب پس به عبارتی اینطور میشه میشه همیشه یادتون باشه یه همچی سوالی داد صورت یکه اگه یه همچی سوالی داد میگیم کسرش به سرعتش الان دو به پنجم تقسیم بر بیست میشه دو صدم یا یک پنجاهم دور در رو نزدیک در نزدیک کنید میشه دو صدم یعنی یک پنجم به علاوه اینم که میشه چی؟ دور در دور نزدیک در میشه سه به صد و پنجم. اونم باز میشه یک پنجم بله اینم یک پنجاه هم یک پنجاه همو یک پنجاه هم میشه دو پنجاه هم محکوس میکنیم میشه پنجاه دوم و بیست و پنیمت بر ثانیه گزینه دو میشه دوباره پس از این جور سوالا بود بچه ها اینطور یک تو صورت کسر مسیر به سرعتش کسر دوم به سرعتش کسر سوم به سرعتش جمع میکنید و سرعت متوسط رو به دست میاریم. دو متحرک همزمان از نقاط آ و ب با سرعت های ثابت به طرف هم میان ولی تو نقطه سی گفته به هم میرسن. پس معلوم آ سرعتش بیشتره که دهم هم رو طی کرده به سرعتش کمتره که چارده هم آ طی کرده. چل ثانیه پس از این حرکت یا این گذر این زمان متحرک اول یعنی آ چهل ثانیه طول میکشه این آبه رو طی کنه تا به ب برسه پس متحرک اول از سی تا بی رو تو چهل ثانیه میاد چند ثانیه طول میکشه متحرک دوم از سی به آ خب ببینید بچه ها هر دو حرکت کردن با هم رسیدن اینجا متحرک اول این فاصله رو که چهاردهم آب هست رو توی چل سانی اومده خب چون سرعت ثابته جا به جایی در واحد زمان مقدار ثابته یعنی اگر این دو برابر بشه این هم دو برابر میشه چون این ثابته این نصف بشه این هم نصف میشه پس میشه یه تناسب نوش بچه ها تناسب رو کی به کار میبرن؟ موقعی که متناسب باشن موقعی که تابه خطی باشه موقعی که این دو برابر میشه اونم دو برابر میشه این سه برابر بشه این هم سه برابر میشه اینا رو میشه تناسب نوشت متحرک اول چهاردهم آب رو تو چند ثانیه رفته چهاردهم آب رو خودش گفته تو چهل ثانیه حالا بگو شیشدهم آب رو تو چه مدت میره من دیگه رابطه رو را ننوشتم سرعت رو پیدا کنم یه تناسب نوشتم اینم بگیریم تی خب آبه با آبه میره اشار با اشار میره چهار با چل ساده میشه پتیو میشه شست ثانیه شست ثانیه یعنی کدوم زمان؟ شست ثانیه زمان رسیدن متحرک سیه خب متحرک اول از آ میخواد به سی برسه چقدر طول کشی شست ثانیه مگه اینا با هم نرسیدن بچه ها پس برای این شست ثانیه است برای بی هم شست ثانیه است بنابراین زمان رسیدن بی به سی هم شست ثانیه است خب دوباره یه تناسب می نمیسیم. این دفعه برای بی برای متحرک بی متحرک بی چهارده همه آور رو تو شست ثانیه اومده حالا از سی تا آ یعنی شیشته همه آبه رو تو چه مدت میاد؟ اینو بگیرم تپرین آبه با آبه میره اشار با اشار میره چهار این ضرب میشه میشه شیش زرب شست سی سد شست تقسیم چهار میشه نوت ثانیه پس مترک دوم این فاصله رو تو نوت ثانیه میاد یعنی گزینه سه میشه ببینید بچه با یه تناسب ساده دیگه نیازی به سرعت نیست اینا وقتی به کار میبریم چون سرعت ثابته تغییرات یا جابجایی یا مکان تغییرات مکان یا جابجایی باز زمان متناسب میشه میشه از این تناسب مقادیر بعدی رو هم به دست آورد بریم سراغ سوال بعدی عزیزانم میگه نمودار سرعت زمان متحرکی مطابق شکل یه نمودار سرعت زمان کشیده یه تیکه خط راست در اومده اگه متحرک بین دو لحظه 5 تا 7 یعنی از اینجا تا اینجا مسافت 18 متر رو طی کنه. شتاب متوسط بین 0 تا 5 چقدره؟ خب ما از روی مسافت میتونیم بگیم مساحت زیر نموداره دیگه S و دلتا X برابره. خب S که برابر دلتا X میشه طول زب در عرض. خب اینو نداریم اینو میگیریم V اینم میگیریم پس میشه 5 تا 7 میشه 2 زب داره V نداریم شده 18 خودش جا به جایی رو داده 18 مسافت چون رو خط راست بوده چون حرکت رو خط راست بوده مسافت و جا به جایی یکیه بنابراین از اینجا میشه فهمید که سرعت نهه پس این سرعت نه در اومده نه متر بر ثانیه خب شتاب متوسط چجوری به دست می اومد؟ بله دلتا وی به دلتا تی دلتا وی مون از صفر تا پنج سرعتمون اینجا چند بوده؟ صفر به چند رسیده؟ به نه پس میشه نه منهای صفر تو چه مدتی؟ پنج سرعت مخرج رو در دو ضرب کنید شتاب متوسط میشه یک و هشت دهم متر بر مجذور ثانیه یعنی گزینه یک همون میشه بریم سال بعدی رو نگاه کنیم سال بعدی رو دقت کنید بچه ها. گفته شکل مقابل نمودار سرعت زمان متحرکی را نشان میدهد سرعت متوسط تا 25 ثانیه چند متر بر ثانیه خب سرعت متوسط بچه ها دلتا ایکس به دلتا تی بود دلتا ایکس رو تو سرعت زمان بعد چجوری پیدا کنیم نمودار سرعت زمانه دلتا ایکس آفرین مساحت زیر نمودار کدوم مساحت میشه مساحت های محصور. این این میشه و بعدی هم این مساحت محصور درسته بچه ها خب من برای پیدا کردن این مساحت ها این زمان ها رو لازم دارم این تی یک و این تعدو خب به دست آوردن اینا بعد از روی تشابه برم این مثلث با این متشابه از روی تشابه ها بیام 1 رو پیدا کنم بعد اس رو پیدا کنم بعد اس رو پیدا بیارم اس و اس 4 میتونستم یه دفعه این دوتا رو یکی به دست بیارم اینا رو جدا جدا ولی نیاز به این دوتا زمان دارم اما محاسبه اینا با تشابه خیلی وقت گیره من میتونم این S1 رو که گرفتم اینجا s و اینم که گرفتم S2 تا کجا S2 بچه ها اینا اجازه بید من با رنگ دیگه جدا کنم اینم تا اینجا S2 بگیرم جمع S1 و S2 رو یه ضرب میتونیم بگیم چون حرکت با شتاب ثابته بیایم دلتا X1 که, که جمع S1 و S2 هست از راه مستقل از شتاب بریم پس من برای گریز از محاسبه این زمان و این زمان برای اینکه یه دفعه مجموع استکو و S2 رو به دست بیارم میتونم از این برم حواسمون باشه بچه ها ما این رابطه رو فقط وقتی به کار میبریم که یک شتاب ثابت داریم ببینید الان از صفر تا ده ما یک شتاب ثابت داریم از ده تا بیست و پنج یک شتاب دیگه داریم ثابته پس این رابطه رو یه بار از صفر تا ده می نویسیم. یه بار هم از ده تا پونزده می نویسیم دقت کردید پس بنابراین برای این کار یادمون باشه حتما حتما باید این رابطه رو را برای اینکه گریز کنیم از این محاسبه این دوتا وقتی به کار میبرید که یک شتاب تو مسیرتون تا در نمودارتون وجود داشته باشه خب الان جمع سی 1 و رو یه ضرب پیدا میکنیم بدون اینکه دو جدا جدا حساب کنیم خب ویمون پنجاهه وی صفر اون منهای بیسته تقسیم بر دو ضرب داره دلتا تیمون هم که دهه خب بیست منهای پنجای منهای بیست سی سی تقسیم بر دو پونزه این صد و پنجا متر خوبه؟ حالا اس سه و اس چهار رو یه ضرب پیدا میکنیم اس سه و به اس چهار خب دوباره همین رابطه سرعت اولمون پنجاه سرعت بعدی مونم منهای های تقسیم بر دو زب در زمانش هم که پونزده هه. این چند میشه بچه ها؟ ده سد و و دوم میشه هفتاد و متر پس اینم که کل دلتا ایکس مون میشه یه سد و تا با یه هفتاد و تا دویست و بیست متر خب حالا سرعت متوسط که دلتا ایکس به دلتا تی کله به دست میارم یه 225 و, بیست و پنجه. کل زمانمون اونم که 25 و سرعت مخرج در چهار ضرب کنید این در چهار میشه 900 این هم در چهار میشه 100 و سرعتمون میشه 9 متر بر ثانیه یعنی گزینه یک میشه این دیگه زمان رو من در اصل در نظر گرفتم میتونستید شما بیا ت1 و ت رو پیدا کنید هم عددا کسری میشد هم محاسبه سخت میشد و هم زمانتون طولانی میشد پس اگه یه وقت دیدید یه نمودار برای شما با شتاب ثابت دادن برای اینکه نخواهید اینو پیدا کنین یه دفعه مجموع این دوتا مسافت رو میتونستید از این رابطه به دست بیارید این هم یه نکته خوبی بود که لازم دونستم براتون مطرح بکنم تا شما استفاده ببرید بریم سراغ سال بعدی میگه متحرکی در مسیر مستقیم حرکت میکنه نمودار مکان زمان آن مطابق شکله در کدام بازه شتاب متوسط بیشترین مقدار رو داره و در کدام بازه سرعت متوسط بیشترین مقدار رو داره خب شتاب متوسط بچه بود دلتا وی به دلتا تی بعد گفته بازه های زمانیمون هم یک ثانیه است یعنی این بازه ها همه یک ثانیه یه اندازه است یک سانه. سرعت متوسطم، بود دلتا ایکس به دلتا تی یا شیب خط راست بود یادتون باشه شیب خط راست نمودار مکان زمان معرف سرعت الان برای سرعت متوسط کدوم بازه زمانی بیشترین شیب رو داره بچه ها نگاه کنید تا ت تیک ت 1 تا تی دو ت 1 تا تسه، دو تا ت خب ت دو تا ت سه شیبش این میشه کمه ت 1 تا تی دو این شیب رو داره اما ت یک تا ت دو رو نگاه کنید بیشترین شیبو داره این بازه زمانی پس برای سرعت متوسط برای سرعت متوسط بیشترین مقدار مربوط به چیه؟ مربوط به ت یک تا ت دو ت یک تا ت دو خب این مالی ارزم بزرگ شما که اما شتاب متوسط شتاب متوسط که اینجا ما مجبوریم وی رو پیدا کنیم وی هم وی دو بین وی هم یعنی سرعت متحرک سرعت تو نمودار مکان زمان چی بود بچه بله شیب خط موماس ما الان اینجا یه شیب داریم اینجا یه شیب داریم اینجا یه شیب داریم اینجا هم یه شیب داریم این دوتا شیب خیلی با هم اختلاف ندارن این دوتا با هم اختلاف دارن اما این شیب رو نگاه کنید با این شیب این وی مثبت وی 1 این وی دو منفیه پس دلتا یعنی از هم کم کنیم خب خیلی زیادتر میشه ببین دلتا وی یعنی مگه نیست وی دو منوی وی ایک. این الان اینجا رو من نگرفتم به خاطر چی اینجا حالا مثلا فرض کنید یه وی 1 داریم یه وی دو. خیلی تغییر نکرده بین تی 1 تا تی 2 خیلی تغییر نکرده اما بین تی دو تا تی سه چون جهت سرعتم عوض شده یکی مثبت بوده یکی منفی این تغییرات تو این بازه از همه بیشتره بنابراین تو بازه ت دو تا ت چون تغییرات سرعت هم شیب تغییر کرده هم علامتش تغییر کرده بیشترین دلتا وی رو داریم و بین تی 1 تا T2 بیشترین شیب رو داریم سرعت متوسط پس چون اول چی گفته بود گفته بود اول شتاب متوسط شتاب متوسط میشه T2 تا t بعدش گفته سرعت متوسط تی یک تا تی دو بله گزینه سه میشه این سوال خیلی خوب و تعریفی بود که تقدیم شما عزیزانم شد بریم سراغ سال بعدی میگه معادله مکان زمان متحرکی در اس SI. آی اینه منفی تی دو بله به چارتی بله به بیست حرکت آن از صفر تا هشت ثانیه چگونه است من یه توضیح راجع به این بدم ببینید بچه ها اگه یه وقت با معادلاتی به این شکل برخورد کردید مثلا مثل هم ت دو به علاوه مثلا پنگ ت به علاوه مثلا چهار یا من های چهار فرق نمید اگه دیدید ذریب ت دو و تی هم علامت بودن این معلومه که حرکتش همواره تون شونده چون ای این آیه این ذریب ت دو معادله چی بود بچه ها؟ یک دوم آ ت دو به و به صفر ت به علاوه ایک صفر پس ضریب تدو این یک دوم است ضریب تی و صفر است وقتی علامت آ و صفر یکیه یعنی حرکت تون شونده است پس اگه هر دو منفی یا هر دو مثبت بودن حرکت قطعا تون شونده است اما اگه یکی منفی یکی مثبت حرکت ابتدا کن شونده است پس اگه هر دو علامت تدو و تی مثبت یا هر دو منفی بودن قطعا حرکت تون شونده است اما اگه یکی مثبت یکی منفی بود منظورم ضریب تهده و ضریب تیه قطعا حرکت کند شونده است اگه در ادامه زمانمون طولانی تر باشه ممکنه کند شونده بد تون شونده باشه اینجا مشخصه چون منفی این مثبته حرکت ما ابتدا کند بد تون میشه حالا ممکنه گزینه اینطور باشه که زمان انقدر کم بشه که پیوسته کن باشه تو این بازه بیایم یه کاری بکنیم میگیم شتاب رو داریم چند مقایسه کنیم من یه بار دیگه بنویسمشون منفی ت دو به علاوه چهار تی به علاوه بیست با معادله یک دوم آ ت دو به علاوه و سفته ت به علاوه ایک مقایسه کنیم الان مشخصه که یک دوم آمون شده منفی یک یک دوم آمون شده منفی یک پس معلومه آ منفی دو وی شده چهار وی سفرمون چهار خب سرعت وی سفرمون چهاره شتابمون هم منفی دو برای توصیف این کار بیایید نمودار سرعت زمانش رو رست کنید خیلی راحته چجوری بچه ها؟ وی مگه نبود آته و علاوه به سفر بله این سرعت زمان دیگه وی برابر با منفی دو تی بلاوی چهار ببینید بچه قبلا چرا آسون بود قبلا مشتقا رو گفته بودن از روی مشتق خیلی سریع میشد فهمید که چه اتفاقی میفته ولی چون بحث مشتق حذف شده نیست تو کتابامون ما مجبوریم اینها رو با استفاده از معادلاتش بریم که به این شکل الان شما این رو کنید صفر بدید میشه چهار دو بدید میشه صفر خب تا 8 ثانیه مگه نگفته 8 بدید منفی 16 به علاوه 4 میشه منفی 12 پس اینم 8 شده منفی 12 خودتون نگاه کنید. ابتدا حرکت کن سپس تند بله گزینه یک میشه پس اگه وقت تو... هم همچین چیزی دیدید بیاید مقدار آ آره رو پیدا کنید مقدار و صفر رو پیدا کنید تو معادل سرعت زمان بنویسید از روی معادل نمودار سرعت زمان رو رسم کنید یا اصلا میتونید همون نمودار مکان زمان هم اگه رس بکنید هم باز جواب میداد نقطه ماکسیموم یا مینیمومش رو پیدا کنید از روی نمودار مکان زمان هم میتونستید این تست رو حل بکنید سرعت زمان چون درجه یکه یه, یه خورده راحت تر میشه <تصفح> بله بریم سراغ سال بعدی میگه متحرکی روی محور ایکس با شتاب ثابت حرکت میکنه و در مبدع زمان با سرعت سه از مکان ایکس مساوی چار خب پس الان اینجا رو ما اگر مبدا در نظر بگیریم صفر در لحظه زم... مبدع زمان یعنی تیم یک مساوی صفر تو چه مکانیه؟ ایکس چهاره سرعتش هم سه هست پس در لحظه صفر تو مکان اینه سرعت هم هست مثبت سه این سرعت اولیشه یعنی همون به صفرش در هست خب میگه که اگر متحرک در لحظه چهار در بیشترین فاصله باشه پس لحظه چهار حالا چهار ثانیه رو مثلا من اینجا بگیرم یعنی بیشترین فاصله است یعنی دیگه از این بیشتر نمیشه پس در حال دور زدنه یعنی وقتی دستید اینجا بیشترین فاصله یعنی قرار برگرده پس اینجا بیشترین فاصله است از اینجا به بعد برمیگرده در لحظه تی مساوی از اینجا تا اینجا چهار ثانیه است هشت ثانیه پس برمیگرده دوباره همینجا چون این سهمیه دیگه وقتی در چهار ثانیه رسیده بیشترین فاصله یعنی اینجا دور میزنه پس در لحظه هشت ثانیه این چهار ثانیه بعد دوباره بر میگرده به همون مکان و سرعتش هم همونه فقط منفی سه میگه در لحظه تی مساوی هشت در چند متری است خب معلومه دوباره همون چهار سرعتش چند بود اگه میگفت سرعتش هم منفی سه چون جهت حرکتش عوض شد چون به شکل سهمیه حرکت شتاب داره به شکل سهمیه میشه از این نتیجه گیری کرد که بدون حل این ایکسمون مقدارش همون چهار خواهد بود بعضی موقع تسته باید حواستون جمع باشه بچه الان دنبال معادله میگردن معادله بنویسن از روی معادله بیان رست بکنن مکانو به دست بیارن که خیلی راحت تر میشه